جلسه بعد وارد اصل موضوع بشیم. ولی الان میخوام به زبان ساده میخوام معادلات انیشتین الان براتون به دست بیارم. معادلات انیشتین یه معادلاتی که 10 سال طول کشیده به دست بیارم. میخوام الان با یه چیز ساده اینجا من به دست بیارم. به دست بیارم یعنی بنویسم. نکه به دست بیارم. یه جور دیگه. حالا خواهی کنم از اون چیه. که همون معادلاتی خواهد بود که بعد از 10-12 جلسه بعد از اینکه این درس رو تموم کنیم به دست بیارم. ولی الان میخوام بگم که این چیه. چطوری بنیادش چیه. فرض کنید که تا یادم نرفت اینم بگم ذهنم اینجوری برقرار مشغول میشه. انیشتین معادلات که میخواد بنویسه در چارچوبی فکر میکنه که چارچوب معادلات مکسول هست در الکترومغناطیس بر اون اساس داره میره جلو. چرا؟ چون موفق ترین تئوری که تا اون موقع بوده اون بوده. پس تفکرش استفاده از فیزیک نیوتونی هست برای تعریف جاذبه گرانش، ولی این کلف میخواد از در قالب ریاضیات در قالب معادلات مکسول بنویسه اینا الکترومغناطیس بنویسه. خواهید دید منظور من چیه. این جمله من مهمه به خاطر این حرفم قطع کردم میگم در اون چارچوب میره و ارتباط هم داره. شما معادلات نهایتا معادلات انیشتین رو بنویسید، در این طرف هم معادلات مکسول بنویسید، تشابه های خیلی خوب بهشون هست. خواهیم حالا بریم سراغ این چیز صحبت تئوری نسبیت چی هست. تئوری نسبیت اینه، فرض کنید که این صفحه صاف نیسته دو بودی، یه سطحی صاف. اگه هر چیزی که من روی سطح این تابلو شلیک بکنیم به این طرف، مثلا فرض کنیم مورچه هایی هست که فقط در خط مستقیم بیرون، یا ما از اینجا یه گلوله هایی رو شلیک میکنیم اینجوری فرض کنیم روی این سطح صاف، نهایتا یکی اینجا باشه یکی اینجا باشه یکی اینجا باشه. این چیه؟ این مستقیم خواهد رفت بیشه. اینی که هست باز مستقیم خواهد رفت بیشه. شما تجسم بکنید این خط رو بی نهایت صاف، من اول نمیتونم اینجا بکشم. پس اینجوری خواهد، پس هر کسی از دور به این نگاه بکنه خواهد دید که خواهد گفت که این سطح صافی، سطح مسطحی. اگر حتی انحنا هم اینجوری داشته باشه، در این بود داشته باشه، شما از اونجا نگاه بکنید اینو صاف خواهد بود. ولی فرض کنید انحنا واقعا نداره، فرض کنید که واقعا این فضایی که ما میگیم دو بعدی دو بعدی، بنابراین هر کی به این سطح نگاه بکنه این سطح صاف. درسته؟ حالا اگر یه اتفاقی بیفته که اینی که اینجا میاد یه دفعه مثلا یه اینجور مسیری رو بره، خب و نهایتا اینم که اینجا میاد یه مسیر مشابه اینو بره، و اینم که اینجا میاد یه اینجور چیزی بره، خب الان دیگه شما نمیتونید بگید که این صد ساله. یه چیزی هست که به نظر میاد که البته میتونید بگید که خب این موجودات تصمیم گرفتن که مسیرشون رو تغییر بدن، ولی ما شرط اول گذاشتیم این موجودات فقط در امتداد خط راست بیره، هیچ چیزی دیگه. درست مثل اینه که شما دو چرخه سوار شدید، حتماً دو چرخه اینجا هست، یه دو چرخه اینجاست، یه دو چرخه اینجاست، خب سوار شدید و فرمانش قفل کردید، یعنی این ور ور دیگه نمیتونید پدال که بزنید، ولی فقط در امتداد خط راست بیره. این اصطلاح یادتون باشه چون پسش استفاده خواهم کرد بعد بتونیم مسائل خیلی پیچیده رو بررسی کنیم. دو چرخه‌ای که فرمانش قفل شد، اتومبیلی که فرمانش قفل شد در یک مسیر دیگه، مهم نیست جلوش کوه و دره و اینا باشه، این همیشه فقط چی مستقیم میره، نه این ور نه اون ور. درست؟ پس اینا شما اینجوری تعریف کنید. خب این که مستقیم میره، خب اینجا هم مستقیم میره، چرا پس رفت بالا؟ پس به نظر میاد که این سطح یه اینجور چیزی انحنایی داره پیدا میکنه، خود سطح انحنا پیدا کرده، وگرنه اینا که مستقیم میره، اینا مستقیم میره. پس از اینجا شروع شده انگار این سطح انحنایی پیدا کرده که دیده نمیشه، باعث شده که اینا چی بشه؟ برنجه اون طرف. خب حالا این سطح رو بیارید من افقیش بکنم، یعنی موازی سطح اتاق بکنم، یه سفره مانندی تجسم فرض کنید که اینی که هست توانایی انحراف داشتن هم داره، اگه نداشت این هم نمیشه. من بیارم این سطح رو اینجوری در نظر بگیرید، تابلو رو، خب
اگه حالا نگاه کنیم به اون سطح میشه یه چیزی مثل این. خب میشه حالا دو بودیش به این شکل میشه یه اینجور سطح. خب این دو چرخه ها رو من از اینجا رسم میکنم که داره اینجوری میره. این سه تا دو چرخه که هست. خب اینا تا ابد میخوام مستقیم بره. ولی یه جوری شده که با توجه به این شکل این که اومده به نظر میاد که این اومده پایین و اینجوری میره. این هم اومده پایین و اینجوری میره. و این هم اومده پایین جوری میره. واقعیش من نمیشه. خب چرا باید اینجوری باشه؟ خب به نظر میاد که انگار یه چیزی روی این سطح تجسم بکنه که یه وزنه ای روی این سطح هم گذاشته باشه. که این باعث باشه که این گود بیفته. حالا اگه این گود بیفته، الان دیگه قابل توجیه. قابل توجیهی که چرا اینجوری رفته. درسته؟ معنیش اینه که احتمالاً اینجا یه چیزی روی سطح من بوده که سنگینی کرده، گودی ایجاد کرده و نهایتاً چی؟ مسیر اینا هنوز خط مستقیم فرمون گفت. فرمون اینا گفت. در مسیر مستقیم میره. ولی فضای این تابلو انحنا پیدا کرده. و به خاطر انحنای فضا مسیری که من و شما از بیرون میبینیم اینا مسیر چیه؟ به نظر میاد که انحنا پیدا کرده. نشون؟ خب این از حالا به جای این سرد بیارید یه آب در نظر بگیرید. یه استخر خیلی بزرگی داره. خیلی بزرگ. تجسم بکنید. توش یه چیز. آب زلال زلال. من میخوام آب رو متوانه کنم. قبل از اینکه بگم بگم این اضافه بکنم. که وجود این موجود. خب که بشه اینی که اینجا هست. در کنار این فضا که بشه سطح تابلو با همدیگه یه رابطه دارن ایجاد کردن. اگه این رابطه نشه این که این باقی نمید. مثلا شما خوش میکرد بیرم یا پرتش میکرد. بالاخره اگه تونسته این روی این باقی بمونه خب یه رابطه بین هم داره. یه رابطه ای هست. رابطه بین این فضا و این هست. مثل یه مثالی که من در بیولوژی دانارکی دارم اشاره میکنه و کتاب یک هم نوم. یه خونده باشید میدید شما وقتی این درخت رو میبینید ریشهش رو مطالعه میکنید به صورت میکروسکوپی ریشه رو مطالعه بکنید میبینید که باکتری های خیلی خیلی زیادی به اون ریشه های مونن چسبیده و اگه دقت بکنید میبینید که این باکتری ها مسئول تغذیه این درخت یعنی اگه اون باکتری ها اونجا نباشه این درخت میمیره و خود این باکتری ها هم دوباره از خود این درخت تغذیه میکنه یعنی یه جوری با هم رابطه این رابطه اگر تو باشی اسمش رو گذاشتیم چی رابطه همپاس گذاشتیم که اصطلاح لاتینش میشه سیمبیوتیک وقتی من کتاب یک رو می نوشتم دوباره یک کلمه میشه از خودم این کلمه رو درست کردم همپاس یعنی باکتری از این پاس داری میکنه ریشه هم از باکتری به هم دیگه وصل به هم دیگه مربوط یه رابطه همپاسی بینشون هست سیمبیوتیک هست که در کنار هم. اینجا من یه رابطه همپاسی بین این جسم و این فضا وجود داره. درسته؟ یعنی این انحنایی که اینجا هست بابت کنار اومدن با این جسم. درسته؟ و این جسم با حضور خودش اینو انحنا داره. درسته؟ یه رابطه این هست. این از این. حالا من گردیم به اون حوض آب که من گفتم. استخر آب بزرگی بودم. خب این استخر رو در نظر بگیریم شما. حالا فرض کنی استخر سمبولی ولی بزرگی از اینجا ماهی های ریزی از اینجا میفرستی که فرمونشون گفته یعنی چی؟ دومشون گفته یعنی فقط مستقیم میتونه دومشون نمیتونه اینجور بکنه که تکش بشه این برم مستقیم میتونه داره سه تا ماهی ریز من میتونه اینجوری داره توی اون آب میره اگه یه دفعه ببینید که این ماهی ها یه دفعه مسیرشون اینجوری شد فرض کنیم معنیش چیه؟ خب ماهی ها که فرمونشون قفله اصطلاحا مستقیم میرفتن چه اینجوری رفتن؟ چرا به این شکل شد؟ خب این معنیش اینه که آب یه تغییراتی در هندسش به وجود اومده چون خود آب کج کوره شده فضاش فضای آب کج کوره شده و یعنی اینا که مسیرشون مستقیمه و به خاطر این مسیر رو چی شده؟ حالا چرا باید متوجه میشیم که آره اینجا یه دونه ماهی بزرگی هست نشسته اینجا ما خبر نداشتیم درست مثلا به این شکل وجود ماهی بزرگی اینجا باعث شده که این فضا که آب باشه هندسه‌اش تغییر میکنه
هندسه سریع بکنه هندسه میشه، یعنی به جای اینکه خطوطی که در اینجوری بره کجگوله شده دیگه، درسته؟ انحراف پیدا کرده، اصطلاحا میگیم انحراف پیدا کرده. ولی دلیلش چیه؟ دلیلش حضور چیه؟ این ماهی، درسته؟ حالا خیلی جالبه، این ماهی با وجودش با حضورش باعث میشه فضا یا آب چی؟ تغییر شکل هندسش تغییر کنه. تغییر شکلی که در هندسه فضا به وجود اومده باعث شده حرکتی که در اون فضا هست که بشه حرکت میان تغییر پیدا کنه، درسته؟ پس یه چیزی دو جانبه اتفاق میفته. وجود حالا به جای ماهی میتونی هر چیز دیگه بگی، بگی مثلا اسمش بذار ماهی بگیم، یه ماده ای هست دیگه، حالا چه شکل ماهی باشه، حالا تو بگی یه سنگی باشه، ماتر. وجود ماهی باعث میشه که ساختار، منظورم از ساختار هندسه، هندسه آب سبودی تغییر بکنه. یک یا قسمت رو دو قسمت رو. قسمت بعدی تغییر شکل هندسه آب باعث میشه حرکت که در اون هست تغییر پیدا کنه. دو جور میتونه، دو تا نتیجه گیری داره. تئوری نسبیت عام، خلاصه تئوری نسبیت عام همه منطقه به جای ماهی ما میذاریم هر چیزی که دارتون بخواد میشیم ماده، این ماده هر شکلی که هست. و چون در تئوری نسبیت خاص و انیشتین دیگه معرفی کرده، وقتی که راجع به این چیزا فکر میکنه، تئوری نسبیت انیشتین خاص میگه چی؟ میگه انرژی چی؟ ماده رو میتونم چی؟ اصلا معادلش انرژی بنویسم، چه من می‌نویسم چند کیلوگرم ماده، چه می‌نویسم انرژی معادلش. پس من می‌نویسم متر و انرژی، هر کدوم این تفاوتش که این دیدگاه با دیدگاه نیوتونی داره، نیوتون فقط بر اساس متر کار میکنه، اینجا میگیم متر و انرژی، درسته؟ این مهم، این جمله مهم باید اینجا. به جای آبی هم که اینجا هست، شما همین فضای خودتون ممکنه بگید که فضای ما که ما با توش مولکولی چیزی نیست، ولی خب بگیری ما در تئوری نسبیت خاص دیدیم یه چیز خاصیه، نمیدونیم چی، هنوز بشر نمیدونه این فضا چیه، فضای خالی رو میگم ما به اصطلاح، ولی یه چیزی برای این متر توی چیزی، اینو فرض کنید که کره ماه، این اطراف کره ماه، زمین اطراف کره زمین مثلا. پس فضای به جای فضا هم فضای آب، اینجا فضای معمولی نمیگیریم، واسه اینکه صحبت ما کامل باشه میگیم چی؟ فضا زمان، اسپیس تایم. پس اینجا اسپیس تایم سه بود در نظر بگیرید، چهار بود ببخشید، چهار چون تایم یه بود سه تایم، اسپیس تایم یه موجود خاص تئوری نسبیت خاصه. اینجا متر میگیم، هر جایی که متر باشه باعث میشه اسپیس تایم چی؟ دچار هندسه تغییر بکنه. وقتی هندسه این تغییر کرد، حرکتی که در این فضا زمان اتفاق میفته دیکته میشه، تغییر میکنه توسط اتفاقاتی که اینجا افتاده. یعنی چی؟ یعنی به جای اینها را شما نور رو قفلش بکنید، در این جهت نور دیگه مستقیم میره، دلیل نداره این برابر بره، فضا خالیه. اگه اینجا میره این نور باید اینجا حتما مسیج کرده. چرا باید کرده میشه؟ مثل همون دوچرخه فرمانش قفل شده بود، به همین دلیل باید کج بشه که چی؟ این فضا زمان اطراف خودشو چی؟ هندسه‌شو تغییر بده، شکلشو تغییر بده. یعنی ساده تئوری نسبیت. پس متر و انرژی فضا زمان رو تغییر میده، هندسه‌شو فضا زمان تغییر یافته حرکت رو تغییر میده. میگه چطوری حرکت کنه؟ هندسه رو هم میگن که متر به فضا زمان میگه چطوری کج شو، انحناف پیدا بکن، تغییر بکن. فضا زمان انحناف پیدا کرده به متر میگه چطوری حرکت بکنه، متر حرکت بکنه. حالا این در مورد حرکت خود این هست. به این اگه ما بتونیم اینو در قالب ایده رو که ایده انیشتین در قالب ریاضیات بنویسیم میشه معادلات. اگه ما این اسپیس تایم رو یه دونه میدان رو فرض بکنیم، تعریف بکنیم، که دیدید که در جلسه یکی مونده به آخر جلسه
نسبیت خاص راجع بهش خورده صحبت کردم، از این به بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. میگیم که این اگه میدان باشه بهش میگیم اون معادله را اگه به دست بیاریم میگیم field equations. این field equations چیزی نیست منهای توصیف ریاضی همین ایده‌ای که گفتم متر باشه، فضا زمان تغییر میکنه، فضا زمان تغییر یافته، میگه که متر چطور حرکت میکنه، میشه فیلد موتور. چون این اینشتین به دست آورده مشهور بهش میگن اینشتین، اینشتین از فیلد کوچینز. این میشه اون معادلاتی که ما تو بولش هست، تئوری نسبیت. چی؟ تئوری نسبیت آ. خب بله، من میخوام اینو یه خورده چیزش بکنم، ببینم میتونم معادله رو الان بنویسم. چرا صحبت کردیم؟ خب من میگم که معادله دو تا قسمت داره، یک قسمتش سمت راست معادله می‌نویسم، یک قسمتش سمت چپ. اینجا من متر و انرژی دارم، خب حالا بنویسم متر یا انرژی. این طرف ما این مساوی نمی‌سن، این طرف معادله هم انحنای فضا دارم دیگه، مثلا بگیم فضا زمان کلوچر، بنویسم اسپیس تایم کلوچر. درسته؟ این معادله من باید به من بگه که متر اینو تولید میکنه، درسته؟ و این میگه که متر چطور توزیع پیدا کرده. اینجوری بگیم مثلا الان یه مقدار فرض کنیم متر اینجاست، یه مقدار اینجاست، یه مقدار اینجاست، شکلی تعریف میکنه. اگه مثلا فرض کنیم که نوری که شکلی کرده اینجوری رفته، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه مقدار متر اینجا بوده، یه مقدار متر اینجا بوده. پس من اگه معادله اینو داشته باشم، حرکت داشته باشم، باید چی؟ باید بتونم بگم که این حرکت چرا از خط مستقیم منحرف شده؟ باید بگم که متر چطور توزیع پیدا کرده. پس این معادله باید همین بود. میگه اگه انحنای فضا زمان داشته باشی، اصطلاحا میگیم انحنا اینو، ولی انحنا یادتون باشه که یک انحنا نیست. در هر اینجا یه انحنایی داره، اینجا یه انحنایی داره، اینجا یه انحنایی داره. انحنا رو بعداً تعریف خواهیم کرد. تعریف ریاضی خواهیم کرد، فعلا همینجوری از من قبول بکنید. انحنای فضا زمان به من میگه که متر من چطور توزیع شده. متر من به من میگه که اگه من چنین توزیعی رو داشته باشم، میگه انحنای فضا زمان من چی. پس میگیم اینا به هم دیگه مربوطن، اینو باید در قاره به یه دونه مساوی میذارم با یه ذریب. خب میشه به زبان ساده این ایده رو مطرح کردم. space time مال فیلد، خب متر و انرژی هم که دیگه مشخص مال ماده است. حالا از این بدین من اینو با یه اسپون حرف بزنم، بالاخره ما در ریاضی از اسپون استفاده میکنیم. از این بدین من با جی نشون بدم مساوی میشه با کی، اینم از این بدین من با تی نشون بدم. درسته؟ این کی من بستگی داره به این جهانی که من و شما درش هستیم، به این فضا زمان. درسته؟ بنابراین در خود این طبیعیه که با باید ثابتای این جهان ما داشته باشه. ثابتای جهان ما چیه؟ یک سرعت نوره. درسته؟ یکیش چیه؟ گراویتیشناله. جی هست. ذره این درس پلانک، واحدهای پلانک یادتون هست؟ اونجا دیدید. فضا زمان ما یه ثابت‌های خاصی داره. یک سرعت نور که میگه که طبق تئوری نسبیت خاص میگه که هیچ چیزی نمیتونه از سرعت نور بالاتر بره. در تحت هم سرعت نور برسه، چون چیزی به سرعت نور برسه میشه خود نور. پس این یک. پس درش سی باید توی این باشه. چون به این ماده که رفت نداره، به این انحنام که رفت نداره، پس توی این باید باشه. پس توش باید سی باشه. پس توش باید جی هم داشته باشه. جی هم که همین گراویتیشنال که نیوتن، گراویتیشنال کنستانت. و اگه خوشحال باشیم و خوششانس باشیم باید اچ هم باشه، اچ هم ضریب پلانک. دیدی که بر اساس این سه تا ما رفتیم ضرایب واحدهای پلانک رو تعریف کردیم، طول پلانک، جرم پلانک، زمان پلانک رو تعریف کردیم. یادتون هست؟ پس اینا باید توش باشه. ولی خب متاسفانه اچ توش نیست در کار اینشتین. نتونست ایچو بذارید توش، بیارید توش، نتونست. شما احتمالا برید دنبالش و خواهید دید که اصلا الان تحقیقات بسیار زیادی در دانشگاه داره فیزیک هست که ایچ هم بیارن توی یه جوری توی این مادلات، ولی فهم نیست.
اگر نیست معنیش اینه که این تئوری نسبیت خاص و این تئوری نسبیت عام، این تئوری نسبیت عام همونجوری در تئوری نسبیت خاص هم گفتیم به درد مطالعه فرایندهای کوانتومی نمیخوره، به ابعاد کوانتومی نمیخوره. اگه بخوایم کوانتوم رو مطالعه کنیم یا اثرات نسبیتی رو در دنیای کوانتومی مطالعه بکنیم، باید یه جوری این تئوری رو با تئوری کوانتوم ادغام بکنیم که چی بشه که اصلا یه جوری باید هیچ وارد ماده بشه. این حد اول چیه؟ فعلا نیست. این مطالعات اسمشو میگن کوانتوم گرویتی. خب؟ اون بحثی هست که کوانتوم گرویتی یکی از درس‌های ما بعداً خواهد بود. کوانتوم گرویتی. که فعلا از این صرف نظر میکنم. بس ببینیم که فقط سی هست و جی هست. و اتفاقا این ما این ذریع با من میگم به شما چیه. این هست. به دست خواهیم بابا. از من فعلا قبول H, P. 8 تا P عدد P. G, C به تمام 4. عدد خیلی نجومیه این C. با C که هست 300 هزار کیلومتر و 300 میلیون متر در ثانیه. حالا به تمام 4 هم برسه بیدیم چه عدد نجومی در اینجا هست. پس این عدد بسیار بسیار کوچیک. خب سن که خود جی هم عدد کوچیکه. خب جی هم هست حدود 2/3 ضرب 10 به قوه منهای 10. این هست 10 به قوه منهای 10. این هم هست 10 به قوه منهای 32. با هم دیگه 10 رو میشه رسیدن. خیلی خیلی عدد بزرگی، عدد بسیار بسیار بزرگ. ببخشید بسیار بسیار کوچیکه. نتیجه مقدار انحنایی که جرم من میده چون این عدد بسیار کوچیکیه، عدد بسیار کمیه انحنای من. انحنای من وقتی چشمگیر هست که این عدد بسیار بزرگی باشه. پس برای مثلا فرضاً یه توپ فوتبال یه عدد صفر جی رو میتونی بگی صفر. برای کره زمین این عدد عدد چشمگیریه ولی نه خیلی، ولی هست. نمیتونی صفر زرد بکنی به این زرد بشه، هنوز میشه یه عدد یک کلوه چند از زمان ما کلوه چشم نسبتاً چشمگیر. ولی برای مثلا خورشید خیلی زیاده. به خاطر همین اون اولین بار که 1919 الکترون رو اندازه میگیره از کسوف استفاده میخورشید. برای چیزایی که مثل سیاه چاله ها باشه پس کنه، یا برای اجرامی که چندین برابر خورشید باشه، اون موقع خیلی عدد بزرگه. مثلا فرض کنیم که 1,000,000 برابر جرم خورشید باشه که سیاه چاله ها میتونه چنین چیزی باشه، اون موقع یه عدد خیلی بزرگه در مقابل این. پس نتیجه میشه یه عدد نسبتاً چشمگیری. پس انحنای پس از آن خیلی چشمگیری. ولی برای این از این پس این معادله رو من اصلاحش بکنم، یا می نویسم به جای K می نویسم چی؟ می نویسم 8 P G C 4. و خوش نیستم اینه که توش چی داره؟ توش ضرایب جهان من هم داره. بهتر می شود اگه ایچ هم داشت به جواب بدم به این راضی هست. حالا برگردیم به این دوتا و ایده چیه؟ نسبیت. ایده اصلی نسبیت چیه؟ اگه آتون باشه نسبیت خاص با هم صحبت میکردیم ساعت چنده؟ یک ساعت این صحبت هم اونم اینه. قوانین فیزیک برای همه باید یکسان باشه، درسته؟ برای همه آبزه بینها یکسان باشه. در فیزیک، در تئوری نسبیت خاص این همه رو ما اومدیم گفتیم چی؟ اینرشال فریم ها که با هم دیگه نسبت به هم با سرعت های ثابتی در حرکت بودن، یونیفرم. گفتیم اگه بنا باشه ما قوانین فیزیکی داشته باشیم، باید برای هم این صفر بکنه، هم برای اون صفر بکنه، یکسان صفر بکنه. درسته؟ خاطر هست؟ و برای اینکه قوانین فیزیک برمیگردیم به صحبت های تئوری نسبیت خاص، برای ابزرور های متفاوت یکسان باشه، شرطش چی بود؟ شرطش این بود که قوان مدل فیزیکی که ما استفاده میکنیم بر اساس فکت های جهان باشه. فکت های جهان یادتون هست؟ بر اساس فکت ها باشه. فکت ها چی هست؟ فکت ها اون کمیت های فیزیکی اینوریبل هستن یا اینوریانت های جهان هستن. این فکت گفتیم چیه؟ همون چیه؟ اینوریانت های جهان هستن. این صحبت های یادتون رفته نگاه بکنیم. پس من اگه بیام مطمئن بشم اون مدلی که من دارم روش کار میکنم راجع به این وریانت های جهان، این وریانت یعنی این که اینجا اینه، اون وره کهکشان هم اینه، برای این ناظر اینه، برای اون ناظر اینه،
فرق نمیکنه، درسته؟ اون موقع من دیگه خیالم راحته، قوانینی که بر اساس این اینوریانت ها من بتونم ایجاد بکنم در این مدل فیزیکی خودم برای همه ابزرواتوری هستن. قوانین چی میشه؟ اینوریانت. درسته؟ ولی در مورد اینوریانت ها چی؟ خب بهترین مثالی که زدیم، بهترین اینوریانتی که ما داریم چیه؟ کمیت های اسکالن هست. خب مثلا وقتی من میگم عدد 15، عدد 15 چیه؟ برای همه عدد 15. چه من با این سرعت برم، چه با این سرعت دیگه دارم، چه من شتاب داشته باشم، چه شتاب نداشته باشم، چه اینجا باشه، چه اون ور کهکشان مثلا جاشیری باشه، برای همه 15 هیچی. وقت 15 میگم یعنی چی؟ فرضاً میگم 15 تا اتم هیدروژن، همه چی یکی، 15 تا اتم هیدروژن برای همه یکسان. کمیت اسکالره، درجه حرارت 15 برای همه یکسانه. ها پس یکی از این اینوریانت ها کمیت های اسکالر است. ولی یک اینوریانت دیگه هم تعریف کردم، چی بود؟ بردار سر، بردار. خب بردار نیرو. خب وقتی صحبت میکنیم یا مومنتوم وقتی صحبت میکنیم، خب نگاه بکنیم، مثلا این شکلی برای پاک بکنیم که خود جواب باز بشه صحبت ها. مثلا این بردار نگاه بکنید، پس برای مومنتوم این بردار طول کاملا مشخصی داره، مشخص میکنه که سر مومنتوم من چی. حالا اگه من در یه محور مختصاتی رو مطالعه بکنم که این محور مختصات x1 و x2 باشه در فضای دو بعدی، در فضای دو بعدی مثل x1 x1، خب این دو تا مؤلفه داره، اینی که ما میدونیم این این و این. یعنی اگه این بردار آ باشه مثلا، خب این بردار آ من دو تا مؤلفه داره، یکی آ1 اینجا اسمشو بذاریم در جهت 1، یکی آ2 اینجا میشه آ1 آ2، درسته؟ پس آی من اگه بنویسم مثلا با آلفا بنویسم، یه دونه آیف دارم یه دونه آلفا دارم دیگه، آلفا من تغییر میکنه چی؟ چون یک تا دو بعدی فضا. اگه فضای من چهار بعدی بود چی؟ تغییر میکرد دو سه چهار دیگه، درسته؟ رو بدن رو چهار دیگه. ولی برای ما وقتی بخواهم اینو نشون بدیم اینجور نشون بدیم، حالا آلفا رو بالا بنویسیم پایین بنویسیم اما فیدن چندان مهم نیست، درسته؟ حالا اگه من محور مختصاتم عوض بشه، به جای x1 x2 بیارم مثلا مثلا در این محور مختصات مطالعه بکنم که بشه y1 و y2 مثلا یه مختصات دیگه، خب اینجا مؤلف های این چیزایی که دارم که برای معلوم هست لازم هم میزنم باشه، مثلا این میشه آ دوباره در این مختصات، مثلا این هم میشه در مثلا این اسمشو بذاریم آ پریم، خب در این مختصات اینو بگیم آ پریم یک، اینو بگیم آ پریم دو. آپریم یک متفاوت از آ یکی، آپریم دو متفاوت از آ دو هست، ولی این بردار چه در این مختصات چه در این مختصات اینوریانت، درسته؟ پس وکتور من یک اینوریانت هست در این برای ابزرورهای متفاوت تغییر نمی کنه. پس یکی از فکت ها هم چیه؟ بردار در فضا. و برای اینکه من بردار رو توصیف بکنم، این وریانت رو توصیف بکنم که برداره، فقط با این کافی. بنابراین در فضای دو بعدی این وریانت من میشه دو تا از اینو داره، دو تا کامپوننت داره آ، ولی اگه فضا چهار بعدی باشه چهار تا کامپوننت داره، درسته؟ پس آ من در فضا زمان چند تا بعد داره؟ خب فضا زمان من چیه؟ سه تا بعد تو از ارتفاع داره، یه بعد زمان چهار بعد. پس آ آلفا من که دیدید که ما اینو در تئوری نسبیت با معمولا میو نشون میدیم و گفتیم که میو من هست یا صفر یا یک یا دو یا چهار هست. صفر رو گفتیم مخصوص زمان میگرد میداریم، یک مال x و دو مال y، سه مال z، مال فضا هست، درسته؟ میو به صورت آمیو نشون میدیم. بلاش بلاشید من زخم میکنم باید جواب بیدن. میو مساوی صفر یک دو سه، یعنی آی من این وریانت من هست آ صفر آ یک آ دو آ صفر، مثل آ یک آ دو حالا آ صفر یکم در جهت چی؟ آ چهار، درسته؟ که بشه قبول کردیم که با صفر شد، این هم این وریانت من. این با این چه فرقی داره؟ هیچی، این اسکالره، این بردار. یه دونه این وریانت دیگه هم تعریف کردیم اگه یادتون باشه، اون وریانت چی بود؟ استرس بود،
استرس میده. اون استرس چیه؟ یه مقدار ماده رو شما در نظر بگیرید. یه مقدار ماده داخل آب در نظر بگیرید. یه مکعب تجسم میکنید داخل آب. اگه هیچ تغییری در اون فضا اتفاق نیفته داخل آب، اون مکعب باقی میمونه. ولی اگه تغییراتی در آب اتفاق بیفته در اون فضا، این مکعب کج و کوله میشه. درسته؟ مثلا تبدیل میشه به یه متوازی الاضلاع در هر ضلعش فرضاً. اون اولش. خب یه تغییر میمونه. این تغییرات رو بخوایم توصیف بکنیم، گفتیم که در هر یک بر اساس چیه؟ بر اساس استرس توصیف میده. استرس بهش وارد میشه که باعث میشه که این تغییر شکل بگیره. اون استرس رو اگه یادتون رفته برید اون ویدیوهای تامسو رو نگاه بکنید. اونجا خصوصا راجع به این فکت‌ها اینو بیشتر صحبت کردم. اون استرس رو ما با چی نشون میدیم؟ اون استرس رو معمولا با یه حرفی مثل ت نشون میدیم و دیدیم که استرس من ترکیب دو تا بردار هست. الان اجازه بدید من دیگه واردش نشم چون دیگه خیلی شاخه به شاخه میشه. واردش خواهیم شد خیلی دقیق. من میخوام سریع یه معادله رو اینجا به دست بیارم. اون استرس رو با میو و نیو نوشتیم. با دو تا چیزی. من نشون چرا؟ چون این یه بردار نیست. این همیشه ترکیب ترکیب بگیم حالا کلمه درست نمیدونم. دو تا برداره. خب؟ یه برداری هست مثل تی میو، یه بردار دیگه هست تی نیو و حالا اونا رو با هم یه ضربش بکنید شما. اینجوری تجسم بکنید. خب؟ این بود. درسته؟ این تی میو چی رو به من نشون میداد؟ کج و کوله شدن چی رو به من نشون میداد؟ در اصل استرس کج و کوله شدن فضا رو نمودی از اون بود. درسته؟ بر اساس این. و اونجا ما نشون دادیم که تی میو هم در مختصات مختلف یکی. درسته؟ این ورینته. این با این با این چه فرق داره؟ گفتیم تمام اینا اینه که این ورینت پس اسمشو میذاریم چی؟ در ریاضیات میذاریم تنسور. درسته؟ این یه تنسوره، این یه تنسور. دیگه نمیگیم این وکتوره، این نمیدونم استرس، این اسکالره. میگیم تنسوره. این یه تنسوره، این یه تنسوره، این یه تنسوره. چرا تنسوره؟ چون همین این وریانت، همین این وریانت، همین این وریانت. فکت های ما در جهان هستن. چجوری پس از همدیگه چیز کنیم؟ متمایز بشیم. به این بگیم تنسور رنگ صفر، چون صفر تا از این اندیسا داره. مثلا میگیم درجه حرارت 5. ولی این مؤلفه داره. این مؤلفه نداره که. این مؤلفه داره. با یکی نشو. بهش میگیم تنسور رنگ یک. تنسور رنگ چی؟ رنگ. تنسور رنگ یک. تنسور رنگ دو. دو تا از این هست. درست شد؟ پس ما اگه بیاییم. حالا اینجوری بیاییم. نتیجه گیریم. ادامه بدم صحبت. ما اگه بیاییم. مدلی که توصیف بخواییم بکنیم. تئوری حالا نسبیت عام بگیم. این پدیده رو که انحنای فضا زمان با ماده و اون حالت دیگر باید بر اساس فکت ها صحبت کنیم. این معادله درسته ها، ولی باید بر اساس فکت ها باشه. بر اساس فکت ها باشه خیال راحتی که در تمام کوردینیت ها اون چیزی که تئوری نسبیت دنبالشه، انیشتین دنبالشه، در تمام باید کوردینیت ها چی باشه؟ یکسان باشه نتیجه ها، این وریانت باشه. اگه بخواد اینجور باشه باید بر اساس چی بنویسیم؟ بر اساس تنسور بنویسیم. پس این دو تا چیزی که این که تنسور نیست، یه عدد میشه چی؟ البته تنسوره، اسکالر تنسور رنگ صفر. پس اینا باید چی باشن؟ تنسور باشن. اگه بخوایم صحبت کنیم، خب اون چیزی که کج و کوله میکنه چیزو، خب دیدی که تنسور از این نوعه. درسته؟ پس نتیجه هر دو تای اینا اندیس های دو تایی داره. میونو فعلا بذارید اینجوری میگه بالا پایین فعلا اصرار نداشته باشید که کدومشو بنویسن. من فعلا اینجوری میشه. اگر با حق بیستی بالا بنویسید پایین بنویسید، یکی از اینا درسته، ولی فعلا در این جلسه ایجاد پایین نیست. که گفتیم اینو کنتروورینت میگیم و اونو چی کوورینت میگیم که بعدا وارد صحبت ها مخواهد شد. خب پس این باید تنسور باشه یا باید تنسور؟ الان دیگه خیلی راحت. چرا؟ چون اولا اینکه من رابطه انحنای فضا زمان رو با ماده که توزیع ماده رو دارم میدونم و در بر حسب این وریانت های من هست و بنابراین اگه این در یک کوردینیت x y z سیت بکنه در ماه کوردینیت دیگه دیگه هم سیت بکنه. اون چیزی که انیشتین دنبالش خیلی مهمه. این نکته که گفتم. حالا
یه تعریفی هم از تنسور من یادم نیست کردم نکردم، ولی بالاخره باید اگه هم توی اون کلاس ها نشده باید میشد، ولی خب الان میتونم بگم یه تعریف تنسور نیست، یه ویژگی تنسور نیست. اگه تنسور یه خیلی مهم اصلا این چیزیه که بین تفاوت بین انت ورف تئوری که گفتم با نسخه آخر نهایی تئوری نسبیت عام، این دو تا تفاوت رو بخوام بگم ریشش برمیگرده به همین صحبتی که الان که یه تنسور طبق تعریف یه فکت اگه در یه کوردینیت صفره، در تمام کوردینیت های دیگه صفر، اینو بذارید توی مغزتون ها، توی حافظتون، خیلی مهم این جمله، مهمترین جمله که شاید توی این کلاس من دارم میگم، اگه یک تنسور در یک کوردینیت صفره، در کوردینیت های دیگه هم صفر، نشون خواهیم داد ولی الان از من قبول بکنید. این رابطه رو من ساده ترش بکنم، بذارید من بیام مثلا اینجوری بنویسم، بنویسم جی میو نیو منهای 8 پی جی روی این جی، با این چه قاطی نشه، این جی کنستانته، این جی فقط اسم من گذاشتم، میتونی به جای این عوضش بکنی یه اسم دیگه بنویسی، نمیزید آر، ولی به هر حال دو تا با هم یکی نیست، این تنسور اگه فقط یه کنستانت نبان تعریفه ت میو نیو مساوی صفر. خب این اگه دقت بکنید جی چیه؟ یه دونه ماتریسه، میدونیم یه تعریف تنسور، منتها ماتریسیه که میوی من از صفر تا صفر تغییر میکنه، نیوی من از صفر تا صفر تغییر میکنه، پس هم میوی من از صفر تا صفر تغییر میکنه، هم نیوی من از صفر تا صفر تغییر میکنه، چهار تا. بنابراین این میشه صفر صفر، وقتی که همین صفر هم این صفر، صفر یک صفر دو. پس من اگه بخوام بنویسم در حقیقت اینه جی صفر صفر، جی صفر یک، بذارید من پایین بنویسم خیالم راحت میشه، میو میو اینو بذارید من پایین بنویسم، بذارید خیالم یه دلیل دارم که الان نمیتونم شما زیاد مهم نیست. پس بنابراین اینو بنویسم صفر صفر، این میشه صفر یک، این میشه صفر دو، این میشه صفر صفر، درسته؟ حالا اینو یک میکنم بقیه رو بنویسم، میشه یک صفر، یک یک، یک دو، یک سه، بعد دوش میکنم دو صفر، دو دو، دو سه، دو یک، ببخشید دو دو، دو سه، بعد سه صفر، سه یک، سه دو و سه سه، درسته؟ این ماتریس اگه شما دقت بکنید توصیف چیه؟ توصیف همینه، همین تانسوره دیگه، چند تا عضو داره؟ 16 تا عضو داره، 4 در 4. خب اینم اینجوره دیگه، چه فرق میکنه؟ اینجا فقط جی رو کی بکنید، درسته؟ خب این یه ضریبه، این با این اگه من بیارم کمش بکنم اینم میشه چی؟ من دیگه ازدادی نمیزم، میشه ت سف سف همینجوری تا ت سی سی، اینم 16 تاست دیگه، درسته؟ حالا من میارم این بنویسم به جای این کا که خیالم راحت باشه، به ساده تر کنم، به جای اون من میتونم بیارم اینجوری بنویسم، بنویسم ماتریس خودم رو اینجوری بنویسم، بنویسم جی سف سف منهای کا تی سف سف، یعنی اینو با این، درسته؟ کار کردن یعنی منهای کا برابر، بعد جمله بعدی میشه چی؟ جی صفر یک منهای کا تی صفر یک، و همینجوری ادامه میدم. خب آخریش که اینجا هست میشه جی سه سه منهای کا تی سه سه، درسته؟ مساویه چی؟ صفر. حالا اگه دقت بکنی این که فکت جهانه، اینم فکت ماست، تفاضل اینا دوباره فکت، نتیجه این ماتریسی هم که اینجا هست دوباره فکت، این ماتریسی که اینجا هست چیه؟ تانسور. این تانسور در هر کوردینیتی که نوشتیم، مثلا من گفتم در چه کوردینیتی، نه این تانسور در هر کوردینیتی که میشیم صفر، بنابراین خیالم راحت این معادله که اینجا هست در تمام کوردینیت ها یکسان، بنابراین چی؟ با خیال راحت میتونم چی؟ استفاده کنم ازش، بگم که قوانینی که هست برای تئوری نسبیت عام داریم میگیم چه در این کوردینیت چه در این کوردینیت باید چی باشه؟ یکی باشه، درسته؟
همون چیزی که نسبیت دنبالش. این که اینجا ببینید چند تا معادل است. 16 تا معادل است. چرا؟ چون یه دفعه باید بنویسید برای 0 0 0 یه دفعه باید بنویسید برای 0 1 و 16 تا معادل است. درسته؟ ولی این 16 تا معادل مستقل نیست. اینه که قطرش شما در نظر بگیرید، این با این مساوی نشون خواهیم داد. این با این مساوی، این با این مساوی، این با این مساویه. یعنی هر چی که اینجا هست مساویش اینجاست. بنابراین به جای که 16 تا معادله داشته باشیم 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1 تا، 10 10 تا معادله میشه. 10 تا معادله که بهش میگیم چی؟ Einstein's field equations. اینا معادلاتی که نهایتاً ما به دست آوردیم. الان به زبان ساده به دست آوردیم. این قسمتش ساده است. این قسمت رو در تئوری نسبیت خواستم دیدیم. که به جای تی که اینجا هست ما اینو فور وکتور مومنتوم انرژی خواهیم گذاشت. فور وکتوری یک جلسه مونده به جلسه آخر تئوری نسبیت خاص رو نگاه بکنید. فور وکتور انرژی مومنتوم. چون انرژی دیگه متر انرژی. ولی دیدیم که 4 تا چیز داره. عضو داره. یکی در جهت زمان انرژی ولی اون سفایدی در جهت فضا رو گفتیم چیه؟ مومنتوم. مومنتوم انرژی فور وکتورش. اینو خیلی ساده است. مهم اینه که به دست بیاریم. ما 10-12 جلسه صرف خواهیم کرد که مثلا اینو به دست بیاریم و درک بکنیم و برد. چرا؟ چون این خودش که به این میگن آینشتین تنسور. تنسور انشکن. که خود این در درون خودش تنسورهای دیگه داره. من جمله چی؟ که مربوط به خاطر اون انحنا رو مطالعه میکنه. حالا اون که میگه چرا انحنا اینقدر پیچیده است؟ برای اینکه ما دو جور باید انحنا رو نگاه بکنیم. از دو بود. یکی این که الان دیدیم فضا زمان انحنا پیدا میکنه. درسته؟ و یکی هم این که به جای اینکه فضا زمان انحنا پیدا بکنه، فضا زمان صاف باشه. ما کوردینیت هایی که استفاده میکنیم مطالعه کنیم به جای کارتزیان خط راست x y z مثل این اتاق کوردینیت های کج کولی داشته باشیم، منحنی داشته باشیم و یا ترکیب این دو تا داشته باشیم. و این مشکل ایجاد میکنه. این که انیشتین رو 10 سال دوبونده 8 سال دوبونده ها، برای این توی خودش یه چیزای دیگه داره. خب بر اساس همین چیز کروچری که گفتم، بعد کروچر از یه نقطه به یه نقطه دیگه تغییر میکنه. بنابراین چون تغییر هست باید دیفرانسیل مشتق اینا رو هم داشته باشه. پس توی این مشتق اون تانسورها هم باید باشه. که اون تانسورهایی که توی این هست اساساً دو تا تانسور توی این هست. یکی تانسوری که بهش میگن تانسور ریچی، ها، یکی تانسوری هست که بهش میگیم متریک. که اینش قضیه فیثاغورسی که میگن، ها، از جلسه دیگه شروع خواهیم کرد. پس این میشه معادلات فیلد اکویژنز انیشتین. ما خلاصه وار ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اون چیزایی که قبلا صحبت کرده بودیم، این وریانت ها و قوانین فیزیک باید یکی باشه و و و و اینکه باید چنین مادل باشه و واقعا هم همین مادل است. همون شما این مادل تو قابل است خواهیم بود، ولی این مادل کافی نیست. اینو بهش میگیم معادلات چی؟ فیلد میدان. خواهید دید این مادل معادل این مادل ما در چی؟ تئوری چیز داریم، تئوری فیزیک نیوتونی داریم. و یه معادله دیگه هم هست و خواهید دید که این معادله دوباره خیلی شبیه معادلاتیه که مکسول داره. یه معادله دیگه هم هست. این شما الان فقط این چیزی که توصیف میکنه میگه که چرا اینجا کج و کول هست. کج و کول هیچ توصیف نمیکنه. توضیح مسئله تو حرکت بکنه چی؟ نور که حرکت بکنه یه مسیری رو میره دیگه. نور قفل کرده، فرمون نور قفل داره مستقل میره. حالا اگه سر راهش یه چیزی باشه چون فضا رو کج کرده اینجوری میره، این تغییر نمیکنه. فرموش این برای ما نمیبره، فقط دنبال میکنه انحنای فضا. این تپه رو در نظر بگیرید. شما رفتید فرض کنید که تپه، کوه، تپه، از اون بالا بیایید یه مسیری رو، در یه مسیری فرمون دوچرخه‌تون رو قفل بکنید. بعد بیایید هر مسیری که میره این مسیر کوتاه‌ترین مسیریه که برای این دوچرخه در اون جهت هست. بهش میگیم ژئودزیک. خب میخوای معادله اون رو به دست بیاری، پس یه معادله برای اینکه مطالعه بکنیم در تئوری نسبیت عام تغییرات هم مطالعه بکنیم که خیلی مهمه، هم باید اینو داشته باشیم. این معادلهش باید یه معادله دیگه هم داشته باشیم، معادله حرکت که به اصطلاح هم میگه معادله مثل فرمالیسم همیلتونی. یادتون هست معادله حرکت صحبت میکنیم اینجا؟ معادله حرکت باید داشته، تغییر در زمان باید ببینیم که چی هست، چی این تانسورها چطور در زمان تغییر میکنه.
اگه بخوایم اونو در زمینش معادله همون چی حرکت معادله ژئوفیزیک رو دست بیاریم، اونم هست در کنار هم دیگه میشه تئوری نسبیت عام. خب این معادلات قابل حل نیست. چرا؟ چون گفتم 10 تا معادله است، 10 تا معادله دیفرانسیل. چرا؟ چون گفتم مشتق تانسورات میشه و تازه دیفرانسیل های خاصی حالا نمیتونه وارد بشه. خب اگه یادتون باشه ما گاهن صحبت کردیم در میگیم یکی از پیچیده‌ترین معادلات دیفرانسیلی که ما داریم در زندگی روزمره معادلات چیه؟ نوستوکس برای حرکت سیار گاز، هوا، آب، روغن، هر چی هواشناسی، معادلات نوستوکس یادتون هست؟ اینا سه تا معادله به هم پیوسته کوپله هستن و خیلی پیچیده. اونا نمیتونستن حل کنن. در حالت‌های خاصی مثل معادلات اویلر که میگیم وقتی که از لذت سیار صرف نظر کنیم میتونیم یه جورایی حلش بکنیم که بازم دردسر بده. ها؟ باز دیگه اینو حل کردن دیگه معلومه. سه تا اگه اونجوریه این پیچیده‌تر از ماست. این 10 تا رو حل کردن که دیگه نمیشه. با روش‌های کامپیوتری حل می‌کنن. الان بعضی از افرادی که دکتراشون دارن انجام میدن در دانشگاه‌های خوب دنیا در حقیقت دارن این معادلات حل می‌کنن با کمک کامپیوترها، همون روش‌های بیومدیکال تکنیکایی که با هم قبلا صحبت کردیم بعضی وقت. ولی به صورت آنالیتیک بخوایم حل کنیم چی بشه؟ ولی ساده‌اش می‌تونیم بکنیم. اگه ساده‌اش بکنیم اینا رو، یه حالت خاصی هست که اولین بار یه پروفسور ریاضی هست، شوارتز واتس کلمات آلمانی چی؟ شوارتشیلد معادلاتش شوارتشیلد میگیم حالت خاصی از این ساده ترین این اونا رو میشه حلش کرد و وقتی اونا رو حل میکنیم تقریبا بریم چی؟ بسیار چانه ها چندین جلسه راجع بهش تو برد خب اینم از این پس یه مقدار از بحث های ما محل معادلات شوارتشیلد اینا خواهد خیلی خب نمیدونم چقدر صحبت کردیم. خب یه 2 ساعت شد، بذارید من یه یواش باشی اینجا رو تمومش بکنم چون از من بابا گرفتم بچه هایی که کلاس ها دیگه 2 ساعت هایی بیشتر نباشه ما احترام بذارم. الان من میخوام برم ادامه بدم صحبت هایی که جلسه دیگه خواهد یه خود راجع به گراویتی صحبت بکنم در فیزیک نیوتونی که اصلا جاذبه چی هست چون کار انشتین از اونجا شروع میشه ما جاذبه رو بیاره داخل چی؟ حرکت شتاب دار یا من جاذبه رو بیاره داخل تئوری نسبیت خاص خودش. اونو میذاریم دیگه جلسه دیگه. بعد از اینکه اونو تموم کردیم و بعد یه مختصری از راجع به متریک صحبت کردیم جلسه دیگه فکر کنم چه باشه بعد بریم سراغ دیگه اصل قضیه شروع میشه. اصلا جلسه دیگه اصل قضیه شروع میشه. ما چه میگم جلسه دیگه اصل قضیه شروع شد دیگه. چه ایرادی داره؟ ما از اول میتونیم که هدف دنبال این هست. دنبال چه چیز؟ خب یه خورده میدونم که حاشیه رفتم، تاریخچه اینا رو گفتم ولی سبک من اینو برم ناراحت نباشه چون برای من یاد گرفتن این که ما چطور تحقیق کنیم و چطور زندگی کنیم، چطور لذت ببریم و این که به فکر کشف کردن نباشیم بریم مسیری که لذت میبریم که بفهمیم جهان چیه نه این که چون این مسئله رو گیر کردیم بریم نیا کنیم بریم مثل همون کاری که خیام میکرد بپرسیم چرا اینجوریه؟ از کجا آمده ای؟ آمدنم بحث چه بود؟ و بریم دنبالش اینا واسه من خیلی مهمتره تا بیام ریاضی بنویسم و چی شد بدونیم ما میخواییم که دنیا رو بهتر بیشتر بشناسیم جهان رو که بهتر زندگی بکنیم و بهتر اطرافیان ما زندگی کنیم و کره زمین ما موجود سالمی ما بکنیم و این اگه حوصله‌تون سر میره با این تاریخچه های نه بر من ببخشید خب من روشم عوض نمی کنم معمولا کله شخصی خاص خودم بودم ولی خب آرزو میکنم خوشتون بیاد این سبکیه که ما در این آکادمی همچی دنبال کردیم از این به بعدم چه میخواهد بود من میکنم متوجه هستی چقدر لذت میبرم راجع به این حرف بزنم در درجه اول این دلیل که دارم منتقل میکنم به این نسل جدید این واقعا هدف من هیچ هدف دیگه نیست. به نسل جدید خصوصا نسل جدید کشور خودم هیچ ایراد نداره آدم صحبت ها رو مثلا توی برای سوئیسی یا آلمانی یا انگلیسی ها بکنم من تو کلاس هایی بودم که برای انگلیسی ها درس دادم ولی همیشه توی اون کلاس که درس میدادم دلم میخواست ایرانی توش بیشتر باشه چرا؟ نمیدونم ایرانی
نجات پرستم نیستم، واقعا نیستم، ولی دوست داشتم همیشه گفتم چه ایرانی باشه. الان تو کلاس من مثلا 5 تا ایرانی بود، 10 تا ایرانی بود، به جای اینکه یه دونه باشه مثلا. چه ایرانی داشتم مثلا توش، خصوصا مثلا تو خودم اهل آذربایجان، من مثلا توش آذربایجان، من مثلا یه دانشجو بودم تو اهل آذربایجان، اون حالیش نبود، من بیشتر از اون کیف می‌کردم، یعنی آذربایجانی من باشه. الان من لذت می‌برم که دارم منتقل می‌کنم بهش. امیدوارم شما احساس مشابهی داشته باشید. حقیقت بگم که یه خورده خسته کننده میشه. خسته نباشید. وقت شما خوش و بدونید که جلسات بعدی بسیار بحثش شیرین‌تره.